اوکی، الان تو هر دوتاشون ما لایف هستیم. بله خب سلام به دوستای عزیز، امروز من باز لایف هستم با یه مهمون عزیز دیگه از کانادا و میخوایم که در مورد انترنشنال آنلاین بیزنس خودمون صحبت بکنیم و سوالاتی که من امروز انتخاب کردم با شما در میون بذاریم که امیدوارم این سوالا برای شما مفید باشه، شمایی که ما رو نگاه میکنید، دنبال میکنید و میدونم که سوالای زیادی دارید. امیدوارم این دوتا سوال از اون سوالایی باشه که شما دارید دنبالش میگردید. اول من خودم رو معرفی میکنم، بعد از مهمون عزیزم مهسا جون میخوام که خودشون رو معرفی بکنن که بعد شروع بکنیم. من رامسینا هستم، امریکا زندگی میکنم و یه دختر کوچولو دارم همراه با همسرم و بیشتر از 15 سال هستش که در مدیکال فیلد هستم، قسمت‌های مختلف که کار میکنم و الانم چند وقتی هستش که آنلاین بیزنس خودم رو دارم و خیلی چیزا یاد میگیرم و خیلی خوشحالم که واردش شدم، وارد یک دنیای عالی، یک دنیای خیلی بزرگ که اصلا هیچ وقت فکرش نمی کردم که اینقدر عالی باشه. مسعود جان خودت رو برای دوستامون، برای اونایی که تو پیج من شما رو نمیشناسن معرفی کن که بعد شروع بکنیم. حتما. سلام عرض میکنم اول از همه به شما رامسینا جون عزیز، مرسی که من امروز دعوت کردی، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من مهسا هستم، همونجوری که شما فرمودی از کانادا، شهر پروینس نوواسکوشا هستم و منم تقریبا 15 سال هستش که اینجا به همراه خانواده‌ام زندگی میکنم و کار رسمی و در واقع کار پروفشنالم کار بیمه هستش. تقریبا 10 سال هستش که کار بیمه انجام میدم، در حال حاضر اینشورنس آندررایتر هستم و منم یه مدتی هستش که این بیزنس رو پیدا کردم و شروع کردم و واقعا منم خیلی خیلی خوشحالم به خاطر اینکه واقعا یه تغییر بزرگی اول از همه توی مایندست هم داده و خیلی برام پرسونال گروث داشته به قول معروف، یعنی از نظر شخصیتی و از نظر خیلی طرز فکری برام خیلی خیلی چیزای بزرگی داشته، خیلی تغییرات جالب و بزرگی داشته. خیلی هم عالی واقعا برای هممون. همه ما قشنگ خیلی چیزا یاد میگیریم به غیر از اینکه درآمدزایی میکنیم. خب من گفتم که اینجا امریکا زندگی میکنم و امریکا معروف هستش به یک دنیای American Dreams و بیزنس های کوچیک و بزرگ میتونی خیلی فعال هستن. دنیای بیزنس های کوچیک و بزرگ هستش، دنیای ایده ها، دنیای کسب و کار و الان هم که دنیای آنلاین که داره دیگه الان روز به روز بزرگتر میشه و هزاران هزار نفر دارن وارد دنیای آنلاین میشن، گرفته از بک‌گراند های مختلف افراد، مثلا دکتر، مهندس، لایر، نمیدونم پلیس، گورنمنت افیشلز، معلم، تراک درایور، خانه‌دار، یعنی از هر بک‌گراند تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده و هر سنی شما وقتی که فکرشو میکنی وارد دنیای آنلاین میشن. حالا من بیزنس های آنلاین دیگر رو نمیدونم، میدونم که امازون هست، خیلی آپشن های دیگه هستش، ولی خب سوال اینجاست که از شما مسعود من بپرسم چرا در این شرایط و احوالات حاضر که الان ما داریم درش زندگی میکنیم داشتن آنلاین بیزنس واقعا یک ضرورتی، یک نیازه؟ سوال خیلی خوبیه رامسینا جون. والا من فکر میکنم بزرگترین چیزی که حداقل خود من توجه منو جلب کردش توی دو سه سال اخیر با تغییراتی که پیش اومد این بودش که دیدم همه، حتی مثلا مغازه لباس فروشی، کفش فروشی، نمیدونم غذا گرفتن، همه چی داره میشه آنلاین و اینکه در واقع یک سکیوریتی بیشتری برای همه ایجاد کرده، چون از لانگ از اینترنت کار بکنه و وای فای داشته باشیم هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، حالا هر جا که هست، حالا توی خونشه، توی حتی مسافرته، هر جایی که هست میتونه جواب مشتریاشو بده و خب دیدیم که خیلی از مغازه های مثلا برندهای خوب
حداقل توی شهر ما و من میدونم خیلی از جاهای دیگه بسته شدن و فقط رفتن آنلاین شروع کردن. آره هی هنوزم ادامه داره، هنوزم مثلا دارن به این نتیجه میرسن که خب چرا مثلا اجاره زیاد بدن یا اینکه بخوان حتی هزینه زیادی برای کارمنداشون بکنن، به جای اون میتونن سیستم آنلاین را بندازن، هم خیلی برادتر میتونن کار کنن، یعنی به همه جای دنیا راحتتر دسترسی دارن، هم هزینه هاشون رو میارن پایین، همین که از هر جایی بخوان میتونن کار کنن، یعنی واقعا دارنده اون حالا هر نوع بیزنسی که هستش هر جای دنیا باشه میتونه آنلاین کار کنه. خب این یکی از دلایل اصلی بودش که به نظر من هر کسی اینو باید کانسیدر بکنه. من خودم از نه فقط این دو سه سال با تغییراتی که ایجاد شد، من تقریبا از وقتی که پسرم به دنیا اومد به این فکر افتادم، چون اول از همه همش دنبال این بودم که یه چیزی یک بیزنسی برای خودم باشه که بتونم خودم زمانش رو مشخص کنم ولی در کنار کارم بتونم انجامش بدم که مثلا بتونم بهش پا بدم. خب کار آنلاین تنها آپشنم بودش و خب خیلی در موردش تحقیق کردم، الان پسرم 8 سالشه و شاید بگم که خیلی دیر شروعش کردم، چون وقتی که اومدم توی دنیای آنلاین و فقط نه با این بیزنس در واقع چون ما با سوشال میدیا کار میکنیم با بیزنس های خیلی بیزنس های دیگه هم داریم آشنا میشیم که حتی اصلا توی سیستم ما ممکنه نباشن، وصف سیستم ما نیست، ولی خیلیشون اپروچ میکنن میگن مثلا شما کار آنلاین انجام میدین چه جالبه، مثلا کار تبلیغات ما هم انجام میدین مثلا یه همچین چیزایی. خب با این سیستم آنلاین که دارم آشنا میشم میبینم چقدر پتانسیلش بالاست و خب درآمدهاش خیلی خیلی وقتی آدم روش وقت بذاره، البته نه اینکه همینجوری آدم مثلا سیستم ما خیلی کاراش اتوماتیک انجام میشه ولی باز خودمون یه دو سه ساعت حداقل در روز براش وقت میذاریم. این فیچراش باعث میشه که به نظر من خیلی ها الان دارن بهش رو میارن و یکی از دلایل خود من بوده که واقعا زمانش رو خودم میتونم تعیین کنم، کی روش کار کنم، پتانسیلش بسیار بالاست، دسترسی به همه جای دنیا دارم، با همه میتونم یعنی در واقع در ارتباط باشم، احتیاج ندارم کالایی رو بخرم توی خونم نگه دارم بعد ببرم دلیوری کنم به کاستومرها بفروشم، احتیاج ندارم کارمند داشته باشم، هزینش خیلی پایینه و خب در این حال تکس براش رد میکنم و خیلی از هزینه های حتی تو خونم هم میتونم توی تکس بگنجونم. برای همین فکر کنم ایداله، یعنی واقعا یک بیزنس ایداله. 100%. همین اینا رو که گفتی واقعا بر طبق شرایط زندگی خودت بود که این تصمیم رو گرفتی، درسته؟ و خب برای منم همه اینها هست به خاطر اینکه منم یه دختر کوچولو دارم و خب میخوام که بیشتر حاضر باشم تو زندگیش. دو سال اول زندگیشو من زیاد نبودم برای اینکه کار میکردم، شب خسته میمدم از بیمارستان خونه، یعنی اصلا خیلی میز کردم و در واقع اونها منو به این فکر وادار کرد که من باید یک کاری رو پیدا بکنم به عنوان پلان بی که بتونم جایگزین بکنمش به این پلان ای که دارم. خب همه اینا که به کنار، ولی هزینه ها روز به روز داره بالا میره، زندگی داره واقعا روز به روز گرونتر میشه و با دو نفر تو خونه باید هر دو باید کار بکنه، یعنی اگر با یک نفر بخواد کار بکنه جوابگو نیستش، مورگیج میدی، نمیدونم پیمنت کار میدی، پیمنت اینو میدی و بچه هم که روز به روز بزرگتر میشن خب خرجشون بزرگ زیادتر میشه و باید به فکر کالجشون باشی از الان که بتونی سیف بکنی. آیا با این درآمدهایی که ما میگیریم، با این همه پول مورگیج که میره، پول این میره، پول اون میره، آیا برای سیوینگ چیزی میمونه؟ نه، فکر نمی کنم کسی الان اصلا، یعنی تو زندگی رو تو طوری طراحی کردن تو این کشورهای خارجی که اصلا شما امکان سیوینگ نداشته باشی، مجبور باشی دیپند باشی برای به گاورمنت که اصلا گاورمنت همین رو میخواد، به خاطر همین مورگیج رو میکنه 30 سال 15 سال که همیشه زیر بدهی باقی بمونی. و یکی از دلایلی که باعث شد من دنبال یک بیزنس آنلاین باشم این بود که میخواستم مورگیجم رو زودتر پی بکنم، من نمیخوام زیاد زیر بدهی بمونم و اینکه میخوام زودتر بازنشسته بشم.
نمیخوام حالا بعد از اینکه نمیدونم 60 خورده ای سنم شد، خب اینجا 67 سالگیه سن بازنشستگی، تازه برم یه کار دیگه پیدا بکنم که میدونم اون پول اصلا سوشل سکیوریتی که الان هست و الان دارن مدرش حرف میزنن که شاید در چند سال آینده هم وجود خارجی نداشته باشه، پس تکلیف من چی میشه به عنوان کسی که مثلا ایمیگرانت هستم اومدم تو این کشور؟ خب اینجا که به دنیا نیومدم نمیدونم چطور میشه آینده، میدونی؟ دقیقاً. همه اینا دلایلی هستش که آدم میگه که اوکی بس من باید یک بیزنسی رو داشته باشم که اولا عالی باشه، درآمد خوب داشته باشه و در بکران برای من کار بکنه و که بتونه برای من یه سیکیوریتی پشت در بکران داشته باشه، یعنی من اون پیس آف مایند رو داشته باشم، اون سپورت رو داشته باشم، خیالم راحت باشه که یک درآمدی داره میاد که بره تو سیوینگ، بره برای بازنشستگی، بره برای کالج دخترم و خیلی درآمدهایی که مثلا خیلی هزینه های روزمره که هیچ، هزینه های دیگه مثل آدم سفر کردن میخواد داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه. و اینکه من نمیخواستم درگیر فیزیکی داشته باشم دیگه، مگه بدن آدم فرسوده میشه؟ من نمیدونم شما حتما دیدی افرادی که مثلا 20 سال 30 سال کار کردن آخرش شونه عمل میکنن، زانو عمل میکنن، هیپ عمل میکنن، یعنی بدن فرسوده میشه، مگه چقدر آدم میدونی آهنگ که نیست. آره نه، همین کارای ما هم همینطور، مثلا کاری که من دارم میکنم که همش پای کامپیوتر هستم همین باعث شده که بعد از 7-8 سال 10 سال کار کردن گردن درد، شونه درد، همه جاها شروع کرده به اثراتشو نشون دادن. دقیقا همینی که میگین، خیلی دلایل مختلف هستش که آدم واقعا به فکر میندازه که مگه من تا کی میتونم همینجور ادامه بدم. و همین که یه نکته جالبی در مورد بازنشستگی اشاره کردی، منم خودم یکی از دلایل واقعا بزرگم بازنشستگی بودش. من توی صفحه کامپیوترم قسمت بیمه که رفتم، اتفاقا امروز یه پست دربارش گذاشتم چون منو خیلی خودش اونی که دیدم منو قشنگ شاک کرد. که برام زده بودش که تو خیلی بهترین حالتش بازنشست بشی 77 سالگیه، نه حتی 67 سالگی، 77 سالگیه با مثلا 1800 تا حقوق. که مگه مثلا من 77 سالگی 1800 تا حقوق با این همه تورمایی که داره میره بالا چی هست؟ مثلا واقعا چی تهش میمونه؟ واقعا این چیزا رو که آدم میبینه هی روز به روز اینو حداقل به من ثابت میکنه که واقعا قدم درستیه که آدم همیشه به یه پلن بی فکر کنه برای زندگیش. 100% عالی. خب بچه‌ای که اضافه شدن الان خیلی خوش اومدید که دارید نگاه میکنید. خب سوال دوم اینه که شما چطور این بیزنس رو در کنار کار فول تایمی که داری انجام میدی، خب و کنار خانواده، کنار بچه ها، با همه اینها چطور این بیزنس رو انجام میدی؟ والا دقیقاً دلیل انتخاب این بیزنس همین بوده، به خاطر اینکه اسکیجول همه ما، به خصوص همین که گفتی رامسینا جون، توی کشورهای پیشرفته شما حتی بیشتر از اون چیزی که درآمد داری کار میکنی و بیشتر ساعت طولانی رو کار میکنی. من خب تو ایرانم کار کردم، من تو ایرانم underpaid. دقیقاً اینجای واقعا همچین چیزی هست و هی داره بدتر هم میشه، یعنی با این تورمایی که داره میره بالا درصد افزایش حقوق اصلا اونقدر زیاد نیست و ساعت‌های طولانیه. خب ما هممون 8 ساعت اینجا کار میکنیم، 8 ساعت مفید، یعنی حالا نیم ساعتش نهایت نهار میخوریم که حداقل من کارم انقدر والیومش بالاست که خیلی وقتا پشت میزم غذا میخورم. یعنی واقعا داریم 7-8 ساعت مفید کار میکنیم و خب بعد از کارم میومدم خونه خسته و داغون و له و وقتی دیگه اون وقت رو باید میذاشتم برای همسرم و پسرم و تنها چیزی که به دردم میخورد اتفاقا یه همچین بیزنسی بود، یه همچین مثلا حالا بهش نمیگم کار چون قراره آدم خودش داره منیجش میکنه، بیزنس خودمونه، یه همچین بیزنسی به دردم میخورد چون وقتشو میتونستم خودم تعیین کنم. خب در طول روز که اون 7-8 ساعت انقدر کارم حجمش زیاده که نهایتش فوقش بتونم توی بریک تایمم مثلا 10 دقیقه یه رو
بریک تایمی که دارم، اگه عزیزی از من مثلا در مورد این بیزنس سوالی داره یا مثلا یکی از همکارامون سوالی داره، بتونم بیام جواب سوالا رو بدم. خب اونم موبایلم کنارمه، با مسیج سری جواب میدم. این خب یه فیچر خیلی بزرگشه. بعد نمیخواستم وقتمو از همسرم و پسرم بگیرم، چون در واقع این کارو شروع کردم که بتونم وقت بیشتری با خانواده‌ام داشته باشم. برای همین اون زمان بعد از ظهر و بعد از کار رو آزاد میذارم. نهایتش همین لایوایی هستش که بیام مثلا به عنوان یه رو 20 دقیقه بیام یا لایو، یا اینکه یه پستی رو بفرستم مثلا توی سوشال میدیا یا با کسی صحبت بکنم در مورد این بیزنس. ولی کار اصلی که در واقع درست کردن متریال مارکتینگ و همه اون کارها هستش، کارهای در واقع بکگراند کار ما که در واقع مثل ادورتایز میاد بیرون و خیلی از عزیزان میبینن، اون آخر شبه که پسرم میخوابه. خب من آخر شب بعضی وقتا با همسرم میشستیم فیلم میدیدیم، یا خیلی وقتا از رو خستگی میشستم فقط این سوشال میدیا رو، خب همه فیسبوک اینستاگرام رو بالا پایین میکردم، خرید میکردم. به قول معروف همیشه من اینو بعد از اینکه این کارو شروع این بیزنس رو شروع کردم گفتم، من همیشه سود میرسوندم به اونایی که وارد این دنیای آنلاین شده بودن. میرفتم خرید میکردم، مثلا یه چیزی که لازم نداشتم بعضی وقتا میخریدم، یا کامنت و اینا. واقعا دو ساعت از ساعت مثلا 8:30 تا ساعت 10:30-11 من سوشال میدیا بودم. آره. و اون شد، الان اون شده اون 2.5 ساعت شده وقت کار من روی این بیزنس، یعنی اصل کار من توی اون 2-3 ساعت انجام میشه. و خب خیلی از کارامون چون به صورت اتوماتیک سیستم خودش برامون داره بک‌گراند انجام میده، واقعا خیلی وقتا لازم نیست وقت زیادی براش بذاریم. فقط زمانی که من گذاشتم یه ذره طولانی تر، مثلا به جای حالا 2-3 ساعت یه ذره طولانی تر شد، اونم باز تو شب موقع ترینینگ بودش. اون ترینینگی رو که گذروندم یه ذره زمان بیشتری گذاشتم، ولی بازم نه توی طول روز، آخر شب. برای همین واقعا یه همچین بیزنسی برای ماهایی که کارمند هستیم، حتی بچه داریم، یه همچین بیزنسی میتونه واقعا فقط کار بکنه به نظر من. 100%. حالا نمیدونم شما خب این همه اینا رو برنامه‌ریزی کردی که به این نتیجه رسیدی مثلا 2 ساعت آخر شب رو این میذارم، وسط روز بریکی که دارم این کارو میکنم، همه اینا برنامه‌ریزی شده است. و الان وقتت دیگه الان خیلی برات میدونی، الان با این حتی با این بیزنس باعث شد که الان وقتت برات خیلی با ارزش تر شده تو سوشال میدیا. خیلی. و اینکه منیجمنت تایم منیجمنت آدم واقعا توی این بیزنس یاد میگیره، که فقط برای خود این بیزنس کمک نمیکنه، برای زندگی روزمره آدم این تایم منیجمنت خیلی خیلی کمک میکنه. 100%. چون منم اتفاقا همین کارو میکردم، 2 ساعت میبینی سکرول کردی تو فیسبوک اینستاگرام، 2 ساعت رفت، بعد یهو به خودت میومدی من چقدر وقت گذاشتم اینجا، او مای گاد من 2 ساعت اینجا بودم. یه کامنت میذاری، یه لایک میذاری، یه این ویدیو رو نگاه میکنی، یه نمیتونم یک ببینی این چی خورده، اون چی پوشیده، این کجا رفته، اینا همش وقت میبره. الان من یعنی انقدر زمانو وقت گذاشتنم برای من به قول شما با این بیزنس به ما یاد داده شد که ما چقدر این تایم منیجمنت عالی به ما قشن یاد داده شد، من اصلا خیلی خوشحالم از این بابت و همه این برنامه ریزی ها رو میکنم. و وقتی که اون ساعتی که میذاشتم الان برای ادعام میذارم، همونطور که شما گفتی اتوماتد هستش، اد رو ران میکنم، حالا هر کشوری که انتخاب کردم، مثلا من اینجا امریکام، اد من داره ران میشه تو استرالیا، آدمایی که تو استرالیا بیدارن الان دارن اد من رو نگاه میکنن، من خوابیدم. خب یک دنیایی هستش که در بک‌گراند داره برای من کار میکنه، من لازم نیستش بشینم پشتش. و این اتوماسیونه که فقط از دنیای آنلاین امکان پذیر هستش، نه از کارهای سنتی و فیزیکی که داریم انجام میدیم. و اینکه من صبح زود وقتی که بیدار میشم، بعد از اینکه مدیتیشن یا دعا یا هر کاری که اول برای من پرایوریتی هستش انجام میدم، بعد میذارم برای اون پستی که درست کردم. از اول میتونی اسکیجول بکنی همه اینا رو، اسکیجول کردن هم همه اینا یاد داده شده به ما در ترینینگ. ترینینگ ما یعنی it's a world class training.
یعنی مو به مو به ما یاد میدن که چطور پست رو کی بذاریم، چطور اسکیجول بکنیم، یا همین لایف ها همش اسکیجول شده. یعنی تو نیستش که من به شما بگم اوکی میتونی بیای لایف حالا همین الان باشو بیا، نه اسکیجول کردیم از قبل، همش برنامه ریزی شده و هیچ وقتی تلف نمیشه از هیچ لحاظ. و من فکر کنم من خیلی خوشحالم و خیلی خوشبختم که وارد این شدم و آشنا شدم با این بیزنس و با آدمایی مثل شما که واقعا من فکر کنم شما سمارت بودی و دوست دارم با آدمای سمارت بشینم بلندشم و یاد بگیرم چیزهای مختلف و نه اینکه بی خود وقتم رو تلف بکنم تو سوشال میدیا ببینم کی چی پوشیده، کی چی خورد، کی چی کار کرد. آدم پروداکتیو میشه واقعا در اینجا. همینجوری که گفتی رامسینا جان، یکی از به قول معروف بنفیت های خیلی بزرگش همین که آدم از همدیگه داره یاد میگیره و همین که احساس میکنه خیلی مفیده برای خودش، برای زندگی خودش، برای بقیه هم. چون مثلا شما یه چیزی رو یاد میگیری من هنوز بلد نیستم، به من میگی، خب این هم به شما حس خوبی میده که به یکی کمک کردی، هم به منی که کمک کردی حس خوبی میده که تونستم با یکی کانکت بشم که یه سری چیزها رو به من یاد بده. یعنی همش در حال یادگیری هستیم و من فکر کنم یکی از بزرگترین فیچرهای این بیزنس این هستش که مرتب داریم یاد میگیریم. یعنی واقعا داریم اسکیلزهای خیلی خیلی جالبی رو، و خب این دنیای آنلاین فقط داره پیشرفت میکنه، یعنی دیگه استاپی براش نیست. همونجور یه بار توی یکی از ویدیوها عزیزی همینو گفتم، خیلی حرف جالبی بودش که ما چندین و چند سال پیش حتی خوابم نمیدیدیم که مثلا موبایل دست بچهای 15-16 سالمون بدیم، بخوان مثلا با ما از بیرون تلفنی زنگ بزنن، ما بتونیم ازشون باخبر باشیم. ولی الان یعنی با پیشرفت تکنولوژی و تمام دنیای آنلاین انقدر همه چی وارد یک استیج خیلی متفاوتی شده و داره پیشرفت میکنه که واقعا به نظر من کسی که نخواد یاد بگیره خیلی خیلی از همه چی عقب میفته، نه فقط از این بیزنسی که حالا ما انجام میدیم، از خیلی چیزا آدم عقب میفته که من خودم هم اینو نمیدونستم. میگم 7-8 سال این قضیه رو به تاخیر انداختم، ولی خوشحالم که بالاخره شروع کردیم، هم شما هم من هم خیلی از عزیزانی که تو این بیزنس هستن. 100% اصلا سوشال میدیا برای بیزنس طراحی شده بود فرست پلیس، یعنی برای بیزنس طراحی شده بود و مردم رو جذب میکردن که بیان، که بیان عکس شیر کنن، این شیر کنن که بعدن این بیزنس ها میدونی پیشرفت بکنن، جا بیفته. خیلی سمارت، خیلی ها خیلی، یعنی تنظیم شده است. آره برحال زیاد وقت دوستان رو نمیگیریم، وقت شما رو نمیگیرم. مسوچون مرسی که اومدی، از وقتت با من دادی. امیدوارم دوستان از این دوتا سالی که ما در موردش حرف زدیم به یک نتایج عالی رسیده باشن، بتونن که این فکر رو بکنن که واقعا یک سپورت سیستم، یک سپورت مایندست، یک سپورتی در بکراند داشته باشن که خیالشون راحت باشه از آینده، یک پلان بی، یک بیزنسی که براشون کار بکنه و آرامش فکر داشته باشن و اینکه یاد بگیرن این بیزنس اصلا چطوری ران میشه و لازم نیستش که شما 24 ساعت پشت لپتاپ و موبایل باشید. مرسی از وقتت عزیزم. مرسی، متشکرم از شما که من امروز داشتی و مرسی از همه عزیزانی که جوین کردن. من توی اینستاگرامم هستم، شما هم توی اینستاگرامت میدونم عزیزان داری، توی فیسبوک هم هستیم، خیلی از عزیزان جوین کردن و همشون تشکر میکنیم که ما رو تماشا کردن و بازم ممنون از وقتی که گذاشتی امروز. و همونطور که گفتی منم امیدوارم که کسانی که دنبال یه همچین چیزی هستن و مایندستش و طرز فکرشون میتونه باز باشه نسبت به دنیای آنلاین و حاضر هستن یه سری تغییرات رو بپذیرن، بیشتر بیان اطلاعات بگیرن و بتونیم بهشون کمک کنیم که اونم بیزنس خودشون رو راه بندازن. 100% اسممون هست، میتونن وبسایتمون هم تو قسمت بایو پیدا بکنن برای اطلاعات بیشتر که بتونم وبینار رو که فردا هستش ساعت 8 شب EST مال کانادا میشه 8 شب دقیقاً EST، 9 شب ما میشه توی نواسکوشا کانادا. درسته. آره، مرسی عزیزم، موفق باشی تا لایو بعدی. مرسی، ممنون، خدا نگهدار. خدا حافظ.